به نام خداوند متعال، عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما بیننده های ارجمند شامی یک. انشالله هر کجای دنیا که هستین خوب صحتمند بوده باشین و از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشین. و ما همچنان در کنارم همکار خوب ما دارم بی‌نظیر بکتاش. دکتر صاحب چطور سلام هستین؟ عزیزم، شامت بخیر. خوب هستی؟ تشکر. بخیر آبادی؟ بخیر باشه. عزیزا سلام، وقتتان بخیر. آرزومند هستم هر جای دنیا که هستین خوب و صحتمند باشین. برنامه شام یک هست و ما خوشبختانه با جمعی از همکارای ما، فریبا جان در کنار ما است، امین جان رحیمی همچنان است و همکارای خوب و نازنین ما که در عقب صحنه زحمت میکشند، کار میکنند، بچه های کمره، بخش تخنیک و دیگر همکارای ما. همگی ما یک ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. در برنامه امشب همچنان ما مهماندار خواهیم بود و روی موضوعات مختلف صحبت میشه. ای که مهمان های ما کی هست و در کدام بخش ما صحبت خواهد کرد، دوست دارم شما هم در کنارمون باشید. قبل از اینکه بریم طرف موضوعات برنامه، طرف مهمان های ما که ما کی ها را دعوت کردیم، خیلی دوست دارم بدانم که در دنیای تکنولوژی چی گپ هست. کور فریبا جان براتون میگه و پیام هایی که از شبکه های مجازی هموطن های خوب ما از نقاط مختلف کابل و ولایت دیگر بر ما ارسال میکنن، اونا را همچنان برای شما یادآور خواهیم شد و ذکر میکنیم. بیشتر مردم و امو یک از افزایش فریبا جان در چهار طرف خانه تان در روزا امی معتادین را میبینید در سرک در اینجا؟ نه والا کم شده. کم شده، ولی کم شده بود آغاز سال چون دولت جمع‌آوری کرده بود، ولی اینا رو باز یکمک کوا سرتر شدن، کمک روزا تغییر کرده. باز شام که میری میبینید در بغلای دیوال در یکان جایا باز گرد گرد جمع شدن، شیشتن اینا باز دوباره پیدا شدن. نکنه فقط اگر می تابستان اینا نبود؟ قبلا خیلی زیاد بود، ولی فکر کنم جمع‌آوری شد. جمع‌آوری شد یک دفعه برای یک مدت دو ماه سه ماه مکمل. کابل بسیار قشنگ شده بود، پاک شده بود، در جایی از معتادین خبری نبود، نمیدیدیشان، حضورشان نبود، مردم خوشحال بودن، پاک شده بود. ولی اینا رو باز دوباره اونمون ببینید یگان جایی هست و مردم شکایت دارن. گفته شام ها مخصوصا دکاندارای عزیز ما زیاد شکایت کردن، گفته شام ها وقتی که ما میخوایم دکان های خود بسته بکنیم، مارکت ها رو جمع آوری میکنیم، در اون وقت معتادین که به بهانه های طرف طرف مثل مشتری میان گشت و گذار میکنن، اموالشان رو میگیرن، دست درازی میکنن و بی‌ادبی میکنن، هر کاری که میکنن. مردم زیاد دکاندارا شکایت دارن. ما میدونستم که باز دوباره وزارت داخله، شهرداری کابل یک توجه جدی دیگه بکنن، به خاطر که معتادین هم فصل داره، فصل تابستان و فصل خوابشان بود، حال دوباره هوا سرد شد، باز دوباره در این فصل هستن اینا و اینا. می خودش اذیت کننده است و مردم بسیار شکایت دارن. من مطمئن هستم که دولت حتما در این باره باز دوباره یک اقدام خواهد کردن و بر اینا را جابجا میکنن با کمپای تداوی معتادین. و حالا بریم ببینیم که فریبا جان امشب در دنیای تکنولوژی چی گپ بود. خب بنظیر جان، طبق معمول ما دو تا خبر از دنیای تکنولوژی دارم. یک خبر از این است که یک فناوری جدید در بخش طبابت ساخته شده. چه خوب. بله، یک شرکت کامپیوتر ژاپنی یک فناوری جدید را ساخته که توسط از دکتران یا پزشکان میتونن که احتمال همو تومور سرطان را در زایات روده بزرگ تشخیص بتن. یعنی این فناوری به قسم ساخته شده که با تمام همو تجهیزات اندوسکوپی ارتباط مستقیم برقرار میکنه و البته همو تصاویری که توسط عملیه اندوسکوپی گرفته شده تجزیه و تحلیلش میکنه و بعدش اگر هوش مصنوعی تشخیص بده که زایات که در روده بزرگ موجود بوده تومور سرطانی هست، یک پیام امکان بالا نمایش داده میشه. و برعکس اگر تشخیص بده که زایات که در روده بزرگ موجود بوده مربوط به تومور سرطان نیست، یک پیام امکان پایین به نمایش گذاشته میشه. و همچنان این فناوری قسم طراحی شده که در همو جریان عملی اندوسکوپی نتیجه را مشخص می سازه و بله به شکل خودکار به دکتر معلومات ارائه می کنه که کدام نواحی مستعد به تومور سرطان هست و کدام نواحی مستعد به این تومور نیستن. معلومات بیشتر را روی تصویر می بینیم، دوباره بر می گردیم، با ما همراه باشین. استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ. یک شرکت کامپیوتر ژاپنی فناوری جدید را ساخته است که به پزشکان کمک می کند با استفاده از هوش مصنوعی احتمال سرطانی بودن زاییات روده بزرگ را در مراحل آغازین تشخیص دهند.
شرکت ژاپنی NEC فال در حوزه فناوری، اطلاعات و صنعت الکترونیک میگوید این فناوری جدید که CX20 نام دارد میتواند به پزشکان کمک کند تا در مراحل اولیه بیماری تشخیص دهند زاییات پدیدار شده در روده بزرگ تومور سرطانی هستند یا نه. امریکا در تشخیص ابتدایی علائم سرطان روده بزرگ حیاتی به شمار می رود. سرطان روده بزرگ از زاییات پیش سرطانی پولپ های نیوپلاسمی به وجود آمده در این روده نشأت می گیرد. تشخیص و از بین بردن این زاییات در مراحل اولیه که عموماً در معاینات اندوسکوپی انجام می شود نقش مهم در جلوگیری از پیشرفت سرطان در بیماران بازی می کند. با این حال گاه اوقات برای پزشکان تشخیص زاییات توموری و غیر توموری در اندوسکوپی دشوار می شود و نمونه برداری غیر ضروری استرس و ناراحتی اضافی برای بیماران ایجاد می کند. شرکت NEC در محصول جدید خود برای بالا بردن شانس شناسایی احتمال زاییات روده بزرگ یک نوع فناوری خاص را توسعه داده است که در آن از قدرت یادگیری هوش مصنوعی برای ترکیب اطلاعات، تصاویر اندوسکوپی و یافته‌های پزشکان متخصص استفاده شده است. این فناوری تصاویر مناطق زاییه را که با دستگاه اندوسکوپی گرفته شده است تجزیه و تحلیل می کند. اگر هوش مصنوعی تشخیص دهد که زاییه روده احتمالاً توموری هست، پیام امکان بالا نمایش داده می شود. و اگر سامانه به این نتیجه برسد که زاییه روده احتمالاً مربوط به تومور سرطان نیست، پیام امکان کم به نمایش در می آید. نرم افزار جدید به گونه ای ساخته شده است که می تواند مستقیماً با تجهیزات اندوسکوپی ارتباط برقرار کند و در حین مراحل انجام اندوسکوپی به صورت خودکار به پزشک اطلاع دهد که کدام نواحی مستعد سرطان هستند و کدام نواحی هنوز به تومورها آلوده نشدند. بنابر آمارها سرطان روده بزرگ دومین سرطان شایع در اروپا است و پژوهشگران امیدوارند با بهره‌گیری از فناوری جدید بتوانند به پزشکان در مقابله با این بیماری مرگبار یاری برسانند. بله دوستان، دوباره برگشتیم، بسیار تصویری رو با هم دیدیم. امید هست که از دیدنش مستفید شده باشین و نظر به این که سرطان روده بزرگ دومین نوع شایع سرطان در اروپا هست، پژوهشگران خوشنود هستند که میتونن از طریق همین فناوری که ساخته شده همین سرطان روده بزرگ را پیش از این که افراد مبتلا شوند تشخیص بدن. و بله میریم بسیار، بله بسیار یک خبر خوب بود در بخش طبابت. میریم روی خبر دوم. قرار است که اولین کارخانه تولید انبوه ربات های انسان نما در جهان ساخته شود و یک شرکت به اسم اجیلیتی روبوتیکس است که قصد دارد در هر سال 10,000 ربات را که به شکل انسان نما هست تولید بکنه و هدف از تولید ربات هایی است که در جاهای مثل محیط های صنعتی که مثلا کارهای خیلی دشوار اونجا انجام میشه به جای نیروی انسانی جاگزین شود، مثلا کارهای مثل انتقال کالاها، بارگیری و تخلیه اینا که به نیروی کار خیلی قوی نیازمند هست از این ربات ها در این موقعیت ها استفاده میشه. معلومات بیشتر رو روی تصویر میبینیم، دوباره برمیگردیم. اولین کارخانه تولید انبوه ربات های انسان نما در جهان امسال افتتاح می شود تا تولید انبوه این ربات ها را به واقعیت تبدیل کند. اولین کارخانه تولید ربات های انسان نما در ایالات اورگان ایالات متحده به احتمال فراوان اواخر امسال افتتاح می شود. دامیان شلتون یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل این شرکت می گوید افتتاح کارخانه ما یک لحظه مهم در تاریخ روباتیک، یعنی آغاز تولید انبوه ربات های انسان نمایی تجاری است. گفته می شود کارخانه روبوفیب می تواند هر سال 10,000 ربات انسان نما بسازد. در سال 2020 این شرکت یک ربات دوپا و بدون سر به نام دیجیت را معرفی کرد. این ربات که توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است، جهش قابل توجهی در دنیای روباتیک به ویژه در حرکت پاها و طراحی ربات‌های انسان‌نما از خود نشان داد. ربات نسل بعدی این شرکت نیز دارای سر،
دست و چشم LED بود. طبق گفته ها این شرکت دیجیت را برای حل مشکلات دشوار در نیروی کار امروزی مانند آسیب ها، فرسودگی شغلی، جابجایی زیاد و غیره ساخته است. این شرکت هدف خود را تولید چند صد ربات دیجیت در اولین سال پس از احداث روبوفیب قرار داده است و پس از سال اول این شرکت قصد دارد تولید خود را به حدود 10,000 ربات در سال افزایش دهد. اجیلیتی روبوتکس اخیراً قابلیت های دیجیت را اصلاح و پیشرفته کرده است تا آن را به یک فناوری همکار و توانمند برای صنایع مختلف تبدیل کند. در این توسعه اخیر آنها نسل بعدی دیجیت را معرفی کردند که دارای یک سر استوانه‌ای و دو چشم LED متحرک است که به صراحت برای اجرای وظایف مرتبط با لوجستیک طراحی شدند. این ربات برای عملکرد امن در محیط‌های صنعتی ساخته شده است و این طور در نظر گرفته شده است که مکان‌هایی را که انسان‌ها در آن کار می‌کنند امن کند و کارهای مختلف را بدون زحمت دادن به کارگران انسانی انجام دهد. اجیلیتی روبوتکس دیجیت را به عنوان اولین ربات انسان محور و چند منظوره ساخته شده برای کارهای لوجستیکی توصیف می کند. گفتنی است که ربات های دیجیت همچنین نقش در کارخانه جدید روبوفیب خواهند داشت و وظایف مشابه کارهای گفته شده را در این کارخانه نیز انجام می دهند که شامل جابجایی، بارگیری و تخلیه کالاها می شود. طبق گفته ها دسترسی عمومی به ربات های دیجیت در بازار نیز برای سال 2025 برنامه ریزی شده است. خب دوستان، دوباره برگشتیم، بسته تصویری را با هم دیدیم. امید هست که شما هم دیده باشین و دو تا خبر خیلی جالب بود. بی‌نظیر جان، من قبلا در جای خوانده بودم که گفته بودن که اگر هوش مصنوعی و افزایش ربات ها در بازار جهانی و مخصوصا تجارت افزایش پیدا بکنه، احتمال از اینکه تعداد زیادی از نیروی کار انسانی بیکار شوند و در خانه نشین شوند احتمالش میره. چند سال پیش رو خواندم و حالا فکر کنم یک شرکت خودش به مسئولیت میگیره که 10,000 ربات آدم نما میسازه و در شرکت های رو جابجا میکنه، 10,000 انسان بیکار میشه. سال آینده ممکنه 20,000 شود، 100,000 شود، سال بعد دیگه 100,000 نیروی کار مصنوعی در بازار بیاید. خب معلوم داره آدم ها بیکار میشن، بی از اون تنبلی در سطح جهان زیاد است. چقدر تعداد تنبلی و آدم هایی که خواب میشن زیاد شود. بله، باید هر تکنولوژی که ساخته میشه باید به جنبه های مثبتش بیشتر توجه شود و قسمی که ما در بسته تصویری دیدیم، اگر همه ساله حدود 10,000 ربات تولید شده برای، یعنی تا چند سال بعد دیگه جهان تبدیل میشه به یک جهان روباتیک. جهان روباتیک و آدم ها کلشان فقط بخورن و بخوابن، بس خلاصه. بس پول از کجا دریافت بکنن؟ کار چطور کنن؟ اینا چی خواهد کردن؟ آدم با مشکلات جدی رو برو خواهد آدم شدن. اما از یک بوده دیگهش که آدم میبینه، مثلا در کمپانی ها، در شرکت هایی که تولیدی هستن، در اونجا روزمره میره میبینی. ما یک جای دیده بودم که یک آدم از صبح تا دیگر فقط هم بوجی های کلان سنگین سمنت که نیست بسیار وزن داره، او را از پشت خود میگیره، از این گدام تا او گدام میبره و کل روز با کل لگیشان از یک سر دچار شکستگی و نایف هم درد عضله و کمر دردی و چیزا هستن. شاید بر اون جای ها بسیار مفید و مثمر واقع شوه، ولی اگر در مجموع بازار کار را دست ربات ها بتن، آدم ها فقط بخورن و بخوابن، عمر آدم ها نمقدر کوتاه میشه، قدر تحرک نداشته باشد کار بکنن، عمر خدا نیم میکنن آدم ها. بریم عزیزا طرف یک میان برنامه بسیار کوتاهک، زود برمیگردیم، مهماندار هستیم.